مهسا بودم یه نفر چند بار بهش زنگ زد، هی تهدیدش میکرد. هرچی دلیلش رو از مهسا پرسیدم جواب درست حسابی نمیداد. بیچاره مهسا خیلی ترسیده بود، نمیدونست چی کار کنه. تا اینکه تلفنشو به من داد، گفت بیا جواب بده. الو الو، چرا حرف نمیزنی؟ الو، چیکار کنم؟ بنال دیگه. بهش بگو اگه تا نیم ساعت دیگه نره سر قرار، اون اتفاقی که ازش میترسه. تو کی هستی؟ از جون این بدبخت چی میخواد؟ بهش بگو فقط نیم ساعت دیگه وقت داره. همین. چی شده؟ چرا به من چی نمیگی؟ آجی بگم مریم، مریم ویدیوی به من بگو چی شده؟ بای خدا، بای خدا، اگه بابا ببینه میدونی چی میشه؟ به خدا سرم رو میماره. نه مریم، اون شب سردرد بدی داشتم. همش تو فکر مهسا بودم، نگرانی مهسا یه طرف، نفعی مامان بابام یه طرف، طفلی برادر کوچیکم یه گوشه وایساده بود فقط گریه میکرد. کلافه شده بودم، چکاری ها دستم بر نمی اومد، طاقت نهی بردم، زدم بیرون. کسی دلم تنها میگرده،
برای کسی خاطرم نمیاد، شعر نوتمونم که دیگه رفتم از یاد، پنجره نگامو رو هر نگاهی بستم، قلبم دیگه شکستم. اون شب بحرانی شدید از بیرون اومدنم پشیمون شده بودم، اما چی کار میتونستم بکنم؟ دیگه اصلا حوصله دعوای پدر مادرم رو نداشتم، خسته شده بودم. اما اون شب اون صدا بهم آرامش عجیبی داد، انگار یکی میدونست تو دل من چی میگذره. ببخشی مشکلی پیش اومده؟ میتونم کمکتون کنم؟ خب بقیهش؟ جناب سروان خواهش میکنم بقیهش باشه برای بعد. سر کلاس بودم ولی حواسم یه جای دیگه. موضوع درس امروزمون پرسپکتیوه که یک واژه فرانسویه. معنای فارسی پرسپکتیو میشه مناظر و مرایا. اگه بخوایم یک نقاشی به روش پرسپکتیو بکشیم، کادر رو در نظر میگیریم. بعد از در نظر گرفتن کادر، خطی رو از گوشه بالا به پایین میکشیم. بعد خط دیگری. احساس عجیبی داشتم. صداش، اون نگاهاش، نمیدونم چطوری بگم. فکرمو بد جوری مشغول کرده بود. یادم یه لحظه فکر کردم پشت پنجره کلاس وایساده و داره نگاه میکنه. دختر گلم خوبه؟ چطوری؟ خوبم. چیزی شده مامان؟ نه طوری که نشده. خالد یه ساعت پیش زنگ زد، میخواد تکلیف محمودو بدونه. مامان ما که راجع به این مسئله با هم حرف زده بودیم، من نمیخوام ازدواج کنم. آخه عزیزم محمود به این خوبی مهربونی سری تو سرا داره، به خدا شما دوتا خیلی به هم میان. دیگه شورشه در آورده، همه چی برعکس شده، نه بزرگتری نه کوچکتری. حالا مگه چی شده؟ هر کسی طرز فکری داره دیگه. مگه خودمونو یادت رفته؟ من و تو راه مدرسه با هم آشنا شدیم. پدر و مادرم گفتن که این دوستی، این آشنایی آخر عاقبت نداره. آخرش هم این شد که میبینی. وقتی یه نفر داره راجبه یکی اینقدر با احساس حرف میزنه، خب حتما دوستش داره دیگه.
پس نمیتونه به خودش دروغ بگه. شیطون انگار خیلی تجربه داری یا میترا تالا عاشق شدی؟ خب همه عاشق میشن، البته با اجازتون فردام قراره حلقه اصالت رو بکنه تو دستم. راستی نگفتی کی هست؟ غریبه نیست، پسر داییمه. تو با ازدواج فامیلی موافقی؟ خب البته بستگی به جواب آزمایشش داره. بله. سلام، خوبی؟ مرسی، منم خوبم. امروز؟ وای ببخشید تو رو خدا، فراموش کرده بودم. نه حتما میام، من تا نیم ساعت دیگه اونجام. باشه نه اومدم خداحافظ. چی شده؟ امروز قرار بود با هم بریم یه خونه ببینیم، پاک یادم رفته بود. مریم جون تو رو خدا منو ببخش، امروز نمیتونم پیشت بمونم. میبینم قربان، خداحافظ. بپا نخوری زمین. وقتی چشماتو میبندی، اگه دستامو بگیری، شاید از لرزش دوباره همون صدا، صدایی که از دل تنگ من میگفت، صدایی که با شنیدنش آروم میشدم. شاید به خاطر همین بود که وقتی فهمیدم دورا دور داره تعقیبم میکنه احساس بدی نداشتم. یه جورایی حس میکردم وقتی باهاشم تمام غمهای تو خونم رو میتونستم فراموش کنم. وقتی به خودم اومدم کم کم بهش علاقه من شده بودم. قصه ها تو حس میگیرم، من برای تو کاش بدونی دوست دارم، به جز تو عشقی ندارم. کاش بدونی به یاد تو چشمام و روحم میذارم. کاش بدونی رویای من همیشه با تو بودنه. کاش بدونی که قلب من فقط واسه تو میزنه. کاش بدونی دوست دارم، به جز تو عشقی ندارم. کاش بدونی به یاد تو چشمام و روحم میذارم. کاش بدونی رویای من همیشه با تو بودنه. کاش بدونی که قلب من فقط واسه تو میزنه. اجازه هست؟ خواهش میکنم. پس اجازه هست. سلام. سلام. خدمت من عرض کنم، اسمم آرشه. هر روز قرارای من و آرش تکرار میشد. همدیگر رو میدیدیم و لذت در کنارمون بودن باعث شده بود از همه چیز و همه جا غافل بشن. خدا انگار خواب میدیده که یهو از خواب پریده، دیده من بی تو میمیرم که به داد من رسیده. بگم اونم خدا انگار عاشقه، عاشق و تبدار، با ما مهربون انگار، مثل هر روز مثل هر بار. سر میذاری روی شونم، میریزه دلم تو سینم. من میگم عاشقت هستم، تو میگی عاشق میمونم. من با عطرت گل مریم ز
زنده میشم و میمیرم. راستی آرش نمیخوای ذره از خودت برام بگی؟ از خودم؟ آره خب. چرا؟ ده سالم بود که مامانم از دست دادم، خیلی دوستش داشتم، خیلی سخت بود، باورم نمیشد. یواش یواش عادت کردم، البته کلاس موسیقی هم خیلی کمکم کرد. نمیدونی وقتی سازو میگرفتم میزدم احساس آرامش میکردم. بابام هیچی واسم کم نداشت، همه چی خوب خورم بود تا اینکه سر کله این لعنتی پیدا شد. کی؟ زن بابام. همچی خوش و مهربون نشون میداد، هر کی میدید فکر میکن چه خبره. یه ذره گذشت خوش نشون داد، منم نتونستم طاقت بیارم، زدیم به تیپ و تاپ هم دیگه، من از خونه اومدم بیرون، دیگه هم نرفتم خونه. کجا رفتی؟ چی کار کردی؟ چه میدونم، اسیر خیابون، هر جا که میشد، پارک، این ور اون ور. تا اینکه با ساسان آشنا شدم، بیکار بودم دیگه، داشتم از بیپولی میمردم، سر و سامون گرفتم. ای چقدر خوب، هنوزم میبینیش؟ آره بابا داریم هم کار میکنیم. خیلی دوستم ببینم کسی که تو این شرایط کمکت کرده رو ببینم. خب ببین چی کار میکنه. این هفته قرار میذاریم شما با دوستاتون زحمت میکشین یه جا میایین برای نهار، منم دوستامو جمع میکنم میریم اونجا، اونجا با هم دیگه آشنا میشیم. خوبه؟ چای رو برس کیوان. به به، عجب چایی، کولاک کرده این اکبر آقا. بچه همون نواتو نواتو به منم بده. ساسان ازش خبری نشده، یه زنگ بهش بزن. نمیدونم چرا هرچی میگیرمش در دستس نیست. نگیرش بابا، صاحبش اومد. خود آقا ساسانه. سلام آقا. جمع دوستان جمعه. بفرمایید. چطوری؟ یه شماره کم داشتی آقا ساسان که اومدی. آرش خان، خانوما رو معرفی نکردی؟ میدونی که من کم حواسم. لیلا خانوم، نسرین خانوم، اونم زیبا خانوم، اینم عشق من مریم عزیز. خیلی خوشحال شدم از آشناییتون. والا آرش از شما خیلی واسه من تعریف کرده بود. البته آرش که نسبت به من خیلی لطف داره، منم از آشنایی با شما خیلی خوشبختم. خب من دیگه خیلی دیرم شده، یه جلسه دارم که باید زودتر برم که به اون جلسه هم برسم. برای پس فردا شب یه مهمونی ترتیب دادم، دوست دارم که همتون تو مهمونی شرکت کنید. دیگه تعارف نکنم ها. آرش تو بیکارت برم فعلا. خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید. چرا نگرانی تو؟ میگم این رفیقامون عجب شنگول منگولایی بودن. فکر کردی الکیه بچی؟ مخصوصا مریم خانم شما، هر طور شده همه اینا رو میکشونی میاری مهمونی. افتاد؟ خداحافظ. نگاه کن قیافه‌شو، اصلا شبیه خودشه، مخصوصا چشاشو نگاه چه افرامه. حالا خودکار بده من را رفتر نداشته باش. نه بابا من این هیدی سر کلاس، من قش کرده بودم از خانده، فقط زیر میز بودم. میگم مریم نمیترسی سیدیا رو میاری مدرسه؟ نه بابا ترسی داده، چند سیدی توپ آوردم اونقدم قشنگه. من میگم بذار به بچه ها خارج از مدرسه بده. نه بابا کی میفهمه، بذار بچه ها بیان. بیا بیا خودشون هم که اومدن. من آخر سال میترسم تو لو بری. بچه خانم کریمی اومد. من رفتم. شب یادت نره. حتما میام. سلام خانم. سلام. چند لحظه صبر کن مریم. بله. اونا چی بود توی کیفت؟ چی خانم کریمی؟
همونایی که گذاشتی تو کیفت. آها سیدیه رو میگی؟ بفرمی. چیه؟ آموزش زبانه. حتما؟ بله. خیلی خوب، بذار تو کیفت برو سر کلاست. ممنون. بفرم. با اجازه. میخوام به دنیا بگم عاشق ترین عاشقم، همیشه با تو میمونم. چرا پدر مادرم درس خوندن با دوستام شده بود بهونه حضور تو مهمونی شبونه و دور هم نشینی ها. آخ که بی تو میمیرم، بگو دلت با منه، قلبم بی تو میشکنه، با من بمون عاشقونه که این دیوونه آروم بمونه. آخ که بی تو میمیرم. آخ که بی تو میمیرم. با تو میمونم، باریکل آرش خیلی خوبه. بیا کارت دارم. ببخشید. به به مریم خانوم خیلی خوش اومدی. ممنون. شما خوبین؟ بله چرا خوب نباشم؟ خیلی هم خوبه. این لباس خیلی به تو میاده. مرسی. نظر لطفتونه. من اصلا شوخی نگفتم، کاملا جدی گفتم. به همین دلیل خودم شخصا اومدم خدمتتون که ازتون برای یک ضیافت خصوصی دعوت کنم. اینم کارت ویزیتمه. نه که نمیگی. بگیرش. تو فکر میکنی من نمیفهمم داری چی کار میکنی؟ میفهمم. خبشه آبروم رفت پایین. به خدا من دختره اونجوری نیست. چی که تو بگی قبوله، به خدا قبوله. بابا آبروم رفت به خدا، اینو من همه رو نمیشستم. آبروم رفت به خدا. میفهمم داری چی کار میکنی؟ چیونی بسید دارم؟ خیلی خواب، خیلی خواب. بابا چرا من رو نگاه میکنی نمتون؟ مشغول باشین حالتون رو بکنی. تو چرا اینجوری میکنی دختر؟ چیت شده خوب؟ تو بچه ها میمونه. تو با تو هم میگم چرا اینجوری میکنی تو؟
بگیر بکش آرومت میکنم. بگیر دیگه. خیلی سعی کرد قانعم کنه ولی نتونست. اما اینقدر دوستش داشتم، بهش عادت کرده بودم، همه چیزو نادیده گرفتم. از اون شب به بعد خیلی روزگار خوشی داشتیم. وقتی پیشش بودم کار خوشبخت بودم. چی باعث شد همه چیز به هم بخوره و ماجرای شما لو بره؟ اون روز سرم خیلی گیج میرفت. کسی بود که امروز به این بیمارستان آوردن و خودکشی کرده بود، اما خدا شکر هر دوشون نجات پیدا کردن. البته دلیل خودکشی دانش آموز شما بخشش به ضعف روحی برمیگرده. متوجه منظورتون نمیشم. ببینید، به نظرم اون دوچار یک نابسامانی روحی شدیده و بدتر اینکه اعتیاد به مواد مخدر داره. مواد مخدر؟ بله، آزمایش خون نشون میده که اون معتاد به کرکه. خدای من. از اینجا به بعدش راحت میشه حد زد. خانم کریمی همه چیزو با خانواده در میون گذاشت. اونام تو رو محدودت کرد. امکان ارتباط تلفنی با آرش رو هم نداشت. آقای علی بشکوه بزنا. در نتیجه یواش یواش طاقتت سر اومد و از خونه زدی بیرون. چند روز بود ازش خبری نداشتم. دلم خیلی هواشو کرده بود. از طرفی هم نگرانش بودم. این شد که بی خیال همه چی شدم و رفتم سراغش. نه
نمیتونم. داری؟ نه خدا، من از خماره میمیرم تو رو خدا. اصلا چه دردی میخوری لعنتی؟ تو سعی نزدی به دوستات. اون اخلاق گندت بگه کسی واسه من مونده چی کار کنم؟ ببرم دکتر؟ برم چی بگم؟ بگم ها تزریق کن؟ کرک تزریق کن؟ چیکار کنم؟ خدا هنگ آزر علنده ها خیلی خوب برشت دارد داشت دوره ایقا ما با کیا طرفیم؟ منم دقیقا حس شما رو دارم، شایدم خیلی بدتر، خیلی بدتر. میگم جناب سروان، این فرد ناشناس کیه؟ ظاهرن که از خیلی چیزا خبر داره. نمیدونم، ولی هر جوری شده پیداش میکنم. نظر شما چیه سروان؟ فکر میکنی ساسان افرادی رو که احتمال میده شناسایی شدن رو داره میکشه؟ تا اونجایی که تحقیقات نشون داد اون شخصی که کشته شده توی بازار در رابطه با خرید فروش سی دی کار میکرد. ولی آیا اون آدم با ساسان در ارتباط بوده یا نه؟ نمیدونم، باید بیشتر تحقیق کنی. من فکر میکنم سرنخ اصلی دست مریمه. چرا از اون بیشتر سوال نمی کنید؟ خیلی خوشحالم که حالت بهتره. دیگه یواش یواش وقتشه که گذشته ها رو فراموش کنی و به فکر آیندت باشی. البته خوشبختانه این توانایی تو آدم ها هست که اتفاقای منفی زندگیشون رو راحت میتونن فراموش کنن. درستش؟ آوردمت اینجا که یه چیزی ازت بخوام. حقیقتش باید یه جورایی کمکم کنی. چه جوری؟ دلم میخواد خوب به این صدا گوش کنی، خیلی با دقت. ببینی آیا میشناسیش یا نه. باشه، میرم سر اصل مطلب. پس خوب گوش کن. بهتره پرونده سیدی رو مختوم اعلام کنی و خلاص. من الا سیدی دختره دیگه میاد تو بازار. میشناسیش؟ صدای ساسانه؟ ازت میخوام راجع به این موضوع با هیچ کس صحبت نکنی، با هیچ کس. باشه؟ میگم روز پرکاری بود نه؟ همینطوره. راستی جناب سروان، ببخشید جناب پاکدل. حالا شد، بفرم. سردبیرمون خیلی پیگیر این پرونده است. کی میتونم یه خبر برم؟ چیزی نمونده، زیاد عجله نکنید. ببخشید. چی؟ پارتی؟ کجا؟ خب کی؟ باشه باشه باشه، حتما. فعلا خداحافظ. بریم. اتفاقی افتاده؟ نه. باشه، هر جور شما بگین. بفهمین. سلام خانم. سلام، حال شما چطوره؟ ممنونم. این طرف ها؟ اتفاقا منم میخواستم همین سوال از شما بپرسم.
من یه چند تا سوال میخواستم از معلم‌ها و مسئولین مدرسه در مورد مریم بپرسم. آفرین، چه وکیل فعالی. اختیار دارین. شما کارتون چقدر طول میکشه؟ چطور مگه؟ میتونم منتظرتون بمونم برسونمتون. خیلی ممنون، مزاحمتون نمیشم. راستش میخواستم یه چند تا سوال ازتون بپرسم. خواهش میکنم، بفرمایید. نه مشکلی نیست، میتونم بعداً مزاحمتون بشم. این کارت منه، خدمتون باشه، باهاتون هماهنگ میکنم. هر طور راحتین. پس فعلا خداحافظ. خداحافظ. کدومه؟ همینه فکر کنم. این؟ آره. چجوری بریم تو؟ باید بگیم مهمون رضا رستاخیزی. رضا چی؟ رستاخیز، مردی که فروشنده قرص اکس و کرکه. چون موادش مهمونا رو به هم میریزه بهش میگن رستاخیز. خب پس بیا بریم تو. آقا رضا، حالا خواهش میکنم، بفرمید، بفرمید. کجا خانم؟ میخوای با هم یه ذره برقصیم؟ گوگولی فکر که میخوای بدم بذار رستاخیز نوکه دماغتو قیچی کنه. آقا رضا، تو مخلص آقا رضا هم هستی؟ خواهش میکنم، بفرمایی. چیزی لازم نداری؟ کرات، شیشه، نوشیدنی، حشیش، خالصه در خدمت هستی. نوشیدنی قربونت برم، بفرمایی. خواهش میکنم، بفهم. همه جا رو خوب نگاه کن. ندیدیش؟ تو برو ببین تو اتاقه. من میرم، مواظب به خودت باش. من با تو چی کار کنم؟ به خدا ناچار بودم، تهدیدم کردن. اگه تهدیدت کردن پس چرا به خانم کریمی چیزی نگفتی؟ خب ترسیده بودم، اونا گفتن اگه نیام سی دی ها رو پخش میکنن. اگه میترا آدرسو به ما نمیداد چی؟ هیچی، معلوم نبود چه بلای سرش میومد. حالا را بیفتی زودتر بریم، خیلی خطرناکه.
چشم مادر من، چشم. اطاعت امر. اونم به چشم. چشم، فعلا کار دارم، بعدا زنگ میزنم. خدا نگهدار. بفرمی. سلام. 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 سلام خانم. میشه بگید با ما چی کار داشتین احضارمون کردین؟ میشه بفرمایید شما دو نفر دیشب تو اون مهمونی چی کار میکردین؟ ما رفته بودیم یکی از دانش آموزا رو از اونجا بیاریم بیرون. بله میدونم. ولی میدونین چه کار خطرناکی کردین؟ میدونین میتونست منجر به یه فاجعه بشه؟ شما که میدونستید خیلی خطرناکه، چرا جلوی برگزاری مهمونی رو نگرفتین؟ نیروهای ما مدتی بود که اون خونه رو تحت کنترل داشتن. قرار بود از طریق اون خونه به یه سری سرنخ دست پیدا کنیم. از طریق یکی از دوستای ساسان به ساسان دست پیدا کنیم. شما تمام نقشه‌های ما رو نقشه بر آب کردیم و اون آدم هم دیشب کشته شد. کی؟ کدومشون؟ مثل اینکه شما خیلی از اونا رو میشناسین. همکارم بهتون دوتا برگه میده، دقیقاً اتفاقاتی رو که دیشب تو اون مهمونی افتاده مو به مو برای من می‌نویسین. در ضمن دختر خانم هم باید بازجویی بشه. اما اون گناهی نداره. ما هم نگفتیم گناهی داره. فقط میخوایم بهمون کمک کنه، همین. بفرمایید. سلام. میبینم که خیلی بهتری. سلام. خیلی بهترم. خدا رو شکر مزاحمتون که نیستم. خواهش میکنم. تنها بودین؟ نه، قبل از شما وکیل آمدن و چند تا سوال پرسیدن رفت. روسی از پسر خالتون چه خبر؟ محمود. بد نیست. اتفاقا چند روز پیش اومده بود. همچنان پافشاری میکرد که دوستم داره. چطور مگه؟ هیچی. عشق دیگه. پدر عاشقی بسوزه. وکیلتون نگفت پرونده رو به کجا رسونده؟ نمیدونم. میگه یه کارایی داره میکنه. تنها امیدم به اینه که قاتل آرش رو پیدا کنن. میدونید هیچ وقت فکر نمیکردم بتونم بدون آرش زندگی کنم. تنها چیزی که زنده نگهم داشته انتقام از قاتلای آرشه. نگران نباشین، ما هممون یه روز باید جوابگوی اعمالمون باشیم. بسپارین دستمونی که اون بالاست. فعلا خداحافظ. آخه مامان جان، شما نباید با من مشورت میکردی؟ آخه من نباید بدونم کیه، چه کار است؟ شاید اصلا من نخوام. هیچی هیچی، فعلا خدافظ مامان. به سلامتی، مبارکه. از دست این مامان من. اجازه میده هر کسی سرشو بندازه بیاد خواستگاری. مریم جون، پس که میای خونه؟ میاد عزیزم، خیلی زود میاد. مریم جون، ناراحت نباشی ها، من هر روز به گلای تو اتاق آب بدم تا خوش نشه. میام عزیزم، خیلی زود میام. بابای بیا بریم بیرون یه هوایی بخور. نگران نباش، انشالله میاد.
دیروز با دکترتون صحبت کردم. جایی نگرانی نیست. خیلی زود میتونید برگردید خونه. میدونید؟ وقتی شما رو در کنار خودم میبینم احساس آرامش میکنم. این خیلی خوبه که شما... بله، سلام قربان، وقتتون بخیر. خواهش میکنم، لطف داری. بله، با توجه به فرضیه‌ای که خدمتون عرض کردم به نتایج قابل قبولی رسیدیم. حتما، حتما. خواهش میکنم، برای تقدیم گزارش که خدمتون خواهم رسید. از بزرگواریتون ممنون. بی نهایت متشکر. خواهش میکنم، روزتون خوش. خدا نگهدار. سلام. به به آقای نریمان، بفرمی. خواهش میکنم. متشکرم. چه عجب این طرف ها؟ خواهش میکنم. البته من خیلی مزاحمتون نمیشم. فقط طی چند روز گذشته با بررسی های همه جانبه پرونده، البته خب با فاکتور گرفتن یکی دو مورد مجهول، به یک سری نتایج مهمی رسیدم که فکر میکنم شنیدنش میتونه براتون قابل توجه باشه. خوشبختانه تحقیقات منم به یه جاهایی رسیده و به زودی از طریق موکل شما پرونده ساسان بسته میشه. عالیه، واقعا عالیه. اینطور که مریم خانم میگفت ساسان ایرانه و به ما خیلی نزدیک. اشتباه میکنی، تردیدو بذار کنار. تو این چند تا برخوردی که من با سروان داشتم جز نجابت چیزی ازش ندیدم. تازه از همه مهمتر اون مرد زندگیه. البته خب خودت تو این مدت این چیزا رو بهتر فهمیدی. همه اینا رو خودم میدونم، اما نمیدونم چرا تو دادن جواب مثبت انقدر تردید دارم. پرونده بر جوری ذهنم درگیر کرده. دوست دارم هر چی زودتر متهمای اصلی این پرونده دستگیرشن و به سزای اعمالشون برسن. درگیری ذهن سرمانم کمتر از تو نیست، تازه شاید هم بیشتر باشه. میدونی؟ چون تو به عنوان یه خبرنگار به موضوع نگاه میکنی، اما اون به عنوان یه افسر نیروی انتظامی در مقابل مسئولیتی که داره تعهدم داره. نمیدونم، من خیلی دیرم شده، یه قرار مهم دارم، باید برم. خیلی خوب باشه، پس پشو زودتر بری. خوشبختانه میبینم که امروز حالتون خیلی بهتره. همونطوری که دکترتون میگفت دیگه میتونیم مرخص بشیم. ممنونم. خوشبختانه بعد از چند جلسه دیدار با شما و کسب اطلاعات تونستم مدارکی رو به دست بیارم جهت به دام انداختن ساسان و همینطور قاتلین آرش. ببخشید، قصد ناراحت کردن شما رو نداشتم. نه خواهش میکنم. میشه بگین چه مدرکی به دست آوردین؟
هنوز خیلی مطمئن نیستم. به همین جهت احتیاج به کمک هرچه بیشتر شما دارم. چه کمکی؟ بفرمایید، خدمتتون عرض میکنم. از رد دو به رد یک، رد یک به گوشم. چرا چیزی نخوردی؟ ممنونم. میدونی هر شروعی بالاخره یه پایانی داره. بعضی وقتا این پایان یعنی برنده شدن، بعضی وقتا یعنی سقوط از لبه پرتگاه. درست مثل عشق، آدم عاشق یا تو عشقش پیروز میشه یا شکست میخوره، ولی بعضیا این شکست مثل یه داغ تا ابد تو سینه‌شون باقی میمونه. شما تا حالا عاشق شدین؟ عاشق شدم، شکستم خوردم. چه جالب، یه داستان عاشقانه دیگه. عاشقانه یا عاشقانه، قصه عشق من تو این ترانه خلاصه میشه. من بی پناهم، تو بی گناهی، دل به تو دادم، چه اشتباهی. از تو کشیدم شکل کبوتر، نقاشیم را بگذار و بگذار، نقاشیم را. تو این نبودی، من بد کشیدم، هرگز دلت را با خود ندیدم. عاشق نبودی ای پر بهانه، جایی نداری در این ترانه. تو بی گناهی، من بی پناهم، ایمن بمانی از عشق و آهم، ایمن بمانی از عشق و نبودت در قلب و روحم.
آتش به پا کرد فریاد این عشق، هر روز و هر شب ما را صدا کرد، ما را صدا کرد، ما را صدا کرد. سلام قربان. سلام، چه خبر سازمان؟ اوضاع کاملا تحت نظر قربان. بسیار خوب، شما همینجا باشید. چیه؟ جا خوردی نه؟ اصلا فکرشو نمی کردی که با یه جراحی پلاستیک اینقدر عوض بشم. اون جناب سروان احمق فکر میکرد میتونه از طریق تو به من برسه. باشه؟ باشه. اما من حالا کاری رو میکنم که خیلی وقت پیش باید میکردم. باشو! آرشو دوست داشتی نه؟ خب منم زنمو دوست داشتم. اونو ولش کن نامرد. به به، پسرخاله ی عاشق. خیلی دوستش داری نه؟ دوستش داری نه؟ حاضری به جاش بمیری؟ با اون کاری نداشته باش. حاضری؟ هر کاری بگی میکنم. بی حرکت، بازی دیگه تموم شد ساسان. بابا جناب سروان، نقشت خیلی عالی بود، ولی با این حال خوشحالم که تو ضیافت ما شرکت کردی. کمی دیر شد ولی خوب شناختمت. بگو ببینم کجای کارم میلنگید. از چهرم که محال بود شناخته باشی. میخوای برات بشمارم؟ یک، با پلیس اینترپول چک کردن، شخصی به نام نریمان اصلا وجود خارجی نداره و از هیچ کدوم از دانشگاه‌های خارج از کشور فارغ التحصیل نشده. دو، خیلی زودتر از من به محل جنایت رسیدی و مدارکی هم که اونجا پیدا شد خیلی بیش از حد بود. سه، اثر انگشتی رو که روی لیوان شربت توی دراگاهی جا گذاشتی چک کردم، با اثر انگشت ساسان مطابقت میکرد. کافیه یا بزن بشمارم برات؟ واقعا که کارت عالی انجام دادی. حالا با این میخوای چه کار کنی؟ بیا مثل دوتا مرد، مثل دوتا مرد با هم روبرو بشیم. مرد؟ این کجاش مردونه است وقتی دوتا اسلحه روبرومه؟ اسلحه تو بنداز. گفتم اسلحه تو بنداز. خوبه؟ حالا یه معامله میکنیم، بذار جفتشون بره. برش تو برو. گفتم برش دار برو. چی فکر میکنی جناب سروان؟ فکر میکنی من تو رو میزنم یا تو منو؟ تو چی فکر میکنی؟ من که چیزی برای از دست دادن ندارم. یعنی فکر میکنی با از دست دادن یه نفر دنیا به آخر رسیده؟ عشق خیلی خوبه،
خیلی زیباست، قشنگترین چیز دنیاست، ولی به شرط این که عقلانی باشه. تو فکر میکنی تو این دنیایی به این بزرگی چند نفر عاشق واقعی هم؟ حالا من میخوام یه کاری کنم، یه کار دلی. میخوام اسلحه‌مو بیارم پایین، بعدش راحت با هم حرف بزنیم. تو نباید همه ی آدم ها رو با یه چشم ببینی. اگه یه نفر به تو خیانت کرده، تو نباید از همه انتقام بگیری، مثل اون دخترای بیچاره‌ای که به اون راه کشیدیشون. مطمئنی که همه اونا عاشق واقعی بودن؟ چنین چیزی نگفتم، ولی تو هم مجری قانون نیستی. قانون؟ عشق که قانون نداره. پایین آوردن اسلحه منم قانونی نبود. اسلحه تو بده به من. هر بازی یه برنده داره، یه بازنده، ولی من قانون بازی رو بلد نبودم. ولی من قانون بازی رو بلد نبودم. حسن آشور بابا بشون تحفیل شما. خدا دارم میمیرم. تو رو خدا بابا، تو رو خدا بابا، برو برو پیش ساسان. بحبه مریم خانوم، این طرف ها آقا ساسان هستن. کیه؟ مریم خانومه. با آرشه؟ ظاهرن که تنهاست. سورپرایزی. بفرمایی. آه.
به به، خیلی خوش اومدی. سلام. سلام. چه سعادتی برای من بالاتر از این که یه همچین دختر خانم خوشگلی مهمون من باشن، اونم این وقت شب. بفرمه بفرمه. ببینم خیلی دوستش داری؟ خب خیلی نگاش کن. بیا بیا شربت بخور، شربت بخور تا بعدم مفصل با هم حرف بزنیم، باشه؟ نه ممنون. خوشمزه است این شربت ها. بیا بیا دست من رو رد نکنی. بیا بیا ببین، من خودم همه چی رو واسه حل میکنم، تو نگران هیچی نباش. باشه؟ بخور شربت و آروم شو. بخور بخور دیگه. نشد دیگه، یه قلوب دیگه هم بخور. مختری لوس. حالت بد شد؟ چیه؟ چی شده؟ داری میمیری؟ بس کن آرش، همه حرفاتی که عصبانی میکنه ها، ولی خودت میدونی که دوستت دارم دیوونه. دوستت دارم؟ نه. کی گفته؟ فعلا لیلی تو مریم خانمی که الان داره به دوستات خدمت میکنه. برو کلاتو بنداز بالاتر. به تو اینجوری گفته، اومده مواد بگیره. زهی خیال باطل آقا آرش، اون دیگه جزی از این خونه شده. بی غیرت. مریم با تو هم
کسافت خدا سازن کسافت کسافت آرش اینجا آمده کسافت چی کارش کردی؟ چی آرش زن؟ چی کارش کردی کسافت؟ چی؟ دوست تو بود آرش نه کسافت نه آرش کسافت دوست دارم اون دارم میکشه ای خدا چی کار کنم؟ بابا تو چقدر حولی پسر خیلی خب دیگه میام کار این دختران هم تموم کردیم همین نفله چی بود اسمش؟ مریم آره خانم سیدیش همین روزا میاد بیرون یکی دو روز صبر داشته باش نمیدونی به چه روزی چیه عوضی؟ چه غلط کردی؟ چیه به آن گذاشی رو سره؟ واسه همیشه دلم میخواد دعا کنم اما نمیشه حتی خودم جوابمو دیگه نمیده خدا جونم یه کاری کن نگو نمیشه به هم نگو گناه من واسه کی بوده نگو که اشتباه من واسه چی بوده دوستش داشتم دوستش دارم قد نفس هم بدون اون نمیتونم من خیلی تنها چه کردن آدم ها با روزگارم چه کردم با خودم درمون ندارم اگه دنیا میخواست تنها بمونیم نمیخواستم اونا تنها بذارم بذارم نمیخواستم اونا تنها بذارم نمیخواستم اونا تنها بذارم نمیخواستم اونا تنها بذارم نمیخواستم اونا تنها بذارم چه غلطی داری میکنی ها؟ هیچی چه غلطی میکنی؟ کسافت بچا اینو ببرین انشالله کسافت خانم دکتر شجاعی به بخش اطفال کاش دوباره به دنیا میمدم پاک و بیگناه یعنی میشه همه چی تموم شه همه چیز گذشته نیست سعی کن آینده تو درست بسازی چجوری؟ با کمی سعی برای ساختن هیچ وقت دیر نیست یعنی چی؟ یعنی اون کثافت ها هر بلایی که میخوان سر این طفل معصوم ها بیارن بعدش هم راست تو جامعه را برن و ما بینه بگیم آینده رو بسازین اشکالی نداره چرا سراغ شما نیومدن؟
شما چرا موضوع رو با پلیس در میون نذاشتین؟ میتونستین خونه تیمی اونا رو لو بدین. خب ازم فیلم گرفته بودن، میفهمین؟ ممنونم. در هر صورت اطلاعات شما میتونه در کشف ماجرا به پلیس خیلی کمک کنه. خواهش میکنم. سلام صدفان، میخوام سریع یه سری اطلاعات در مورد شخصی به نام ساسان آز... آره همون که تو فیلم بود. فقط به جنبا. ممنون، خدافظ. سلام. ببخشید مزاحمتون میشم، من مانی نریمان هستم، وکیل خانم مریم فدایی. خوشوقتم. میخواستم اگه اجازه بدین در مسیر پرونده خانم فدایی با شما همراه باشم. خب این پرونده حساسیت های خاص خودشو داره و من ببینین، من برای تکمیل پرونده و شروع تحقیقاتم احتیاج به همکاری با شما دارم، البته مثل یه دوست. راستی جناب نریمان، یه سوال، چی شد که وکالت خانم فدایی رو به عهده گرفتین؟ آشنایی قبلی به خانواده‌اش داشتین؟ این یه بازجوییه؟ نه، اسمشو بذاریم کنجکاوی. راستش من تازه از آمریکا برگشتم. میتونم بپرسم برای چی اونجا تشریف داشتین؟ دانشگاه. من تحصیلاتم رو در رشته حقوق اونجا گذروندم. چه جالب. خب بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم برگشتم ایران و چون دوست داشتم کارم رو از جای خوبی شروع بکنم، همیشه پیگیر رسانه‌ها و مطبوعات و حوادثی که دور و برمون اتفاق میفته بودم. در ضمن مسئله توزیع و تکثیر سیدی های غیر اخلاقی خیلی آزارم میداد، تا اینکه از طریق جراید با موضوع قتل آرش و توزیع و تکثیر سیدی های خانم مریم فدایی قرار گرفتم. و از اونجایی که همیشه خودم رو در قبال جامعه‌ای که توش زندگی میکنم مسئول میدونم، این پرونده رو با کمال میل و داوطلبانه پذیرفتم. خیلی خوبه. ماجرای اغفال دخترها و سوء استفاده از اونا و پخش سیدی‌های مستعجن در سطح جامعه متاسفانه فاجعه آفرین شده که هم برای خانواده‌ها و هم برای جامعه مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده. متاسفانه همینطوره. من فکر می‌کنم بیشتر باید روی اطلاع رسانی کار کنیم. باید هم خانواده‌ها هم جوان‌ها و نوجوان‌ها را بیشتر آگاه کنیم. معذرت می‌خوام. بله صدفان. کجایی؟ چی؟ جسد سوخته؟ با یک کیف پر از سی دی. بسیار خوب، خودم سریع میرسونم. ممنون. سلام قربان. سلام. اونا چیه؟ یکی پر از سیدی قربان. سیدی چی هست؟ دو تا مورد مهمونیه، تو یکیشونم مریم فدایی دیده شده. اه مریم فدایی؟ بله قربان. بقیهش؟ بقیهش غیر مجاز مستعجنه قربان. مهمونی ها رو بیارین دفتر، بقیه هم بعد از صورت جلسه بدین معدوم کنن. اطاعت قربان. صورتشو که کاملا متلاشی کردن.
ساسان آزاد. میخوام این خیلی خوب انگوش نگاهی کنی. چشم. بقیه رو هم همینجور. چشم. سلام جناب سربان. سلام. خیلی زود رسیدین. وقتی زنگ زدید همین نزدیکا بودم. من دارم میرم مدرسه. اگه بخواید میتونید با من باشی. حتما. نتیجه رو خیلی سریع به من اعلام کن. چشم. سوتون با من در تماس باش. اطاعت قربان. پارسال توی همین محل دو نفر آلوده به ایدز شدن. اما کسی توجهی نکرد. میدونید؟ بعضی از والدین بیشتر از دانش آموزا احتیاج به آموزش دارن. باید اونا رو وادار کنیم بیشتر مطالعه کنن تا در قبال فرزنداشون احساس مسئولیت بیشتری بکنن. کاملا موافقم. حق با شماست. پدر مادرها بیشتر احتیاج به آگاهی دارن. خب ما الان تو عصر ارتباطات هستیم و تاثیر این وسایل ارتباط جمعی روی پدر مادرها خیلی بیشتر از بچه‌هاست. متاسفانه هیچ کاری شب. سلام. سروان پاکتل هستم از دایره جنایی اداره آگاهی. خواهش می‌کنم بفرمایید. متشکرم. برای یه سری سوال و تحقیق از دوستا و همکلاسی های مریم فدایی مزاحمتون شدیم. اینجور مسائل آدم رو خیلی متاثر میکنه. اونطور که مریم خانم میگفت گویا 5 نفر از دوستانشان تو اون ماجرا حضور داشتن. ما نگرانیم برای اونام اتفاقی افتاده باشه و نخوان بگن. 1 ساعت پیش هم یه سری سیدی به دستمون رسیده که اونا رو توی مهمونی نشون میده. من معذرت میخوام. خب میگفتی قربان، همونطور که فرموده بودین تونستیم اطلاعاتی از ساسان آزاد به دست بیاریم. خب ساسان آزاد حدود 3 سال پیش در 1 بیمارستان روانپزشکی تحت مداوا درمان بوده. حدود 1 سال پیش بعد از اون تونسته از اونجا فرار بکنه. علت بستریش چی بوده؟ طبق گزارشی که مسئولین بیمارستان به ما دادن ایشون عاشق یه دختری میشه. دختره بهش خیانت میکنه، ساسان روانی میشه. ممنونم سوسفان. درستی قول. خواهش میکنم. من میخواستم راجع به یه موضوعی با اتون صحبت کنم. خواهش میکنم بفهمی. ما چند وقت پیش توی پارتی بیدیم. چجور بگم؟ ما گولمون زدن. تو حال خودمون نبودیم. بیهوشمون کردن. ازمون فیلم گرفتن. دادی از اون فیلم ها رو تو موبایلای خودمون ریختن. من خودم دیدم اون فیلم ها. بعدشم تهدیدمون کردن که اگه بیاییم به پلیس بگیم فیلم ها رو توی شهر پخش بکنیم. سردستشون شخصی به اسم ساسانه. کار خوبی کردیم آمان در میان گذاشتیم، چون اونا در هر صورت فیلم ها رو پخش میکنن. شاید تا دیر نشده بشه جلوشو گرفت. ممنونم. بفهمید. میگم این وکیلم پیگیر خوبیه ها. ببخشید جانم سوسفان. قربان، سیدی یکی دیگه از اون 5 دختر از 1 ساعت پیش در سطح شهر در حال توزیعه. چی میگی؟ خدای من. فرد مقتول که سوخته شده قربان ساسان نیست، بلکه یکی از دوستای ساسانه که 1 ساعت پیش فیلم اونم با 2 تا دختر در حال توزیعه. بسیار خوب، بدون اینکه خودش متوجه بشه پدر مادرش رو در جریان بذارین. به بازپرس محمدی هم تماس بگیر، حکم دستگیری تمام سیدی فروشای غیر مجاز رو میخوام خیلی سریع. خدافظ. موردی پیش اومده سرمان؟ فیلم یکی از دخترایی که بازجویی کردیم امروز تو سطح شهر پخش شده. من این دختر اگه بفهمه حتما خودشو میکشه. درسته، حق با شماست، ولی به نظر من اول باید خانوادهشو در جریان بذاریم. اونام باید توجیه بشن. آدم اینقدر حقیر و بی وجدان
نمیدونم اینا شیر مادر خوردن یا شیر گرگ خوردن. این آدما کثیف‌تر از اون چیزی هستند که شما فکر میکنی. اونا شیطون رو هم درس میدن. خیلی ممنون، لطف کردین. با اجازتون. خیلی ممنونم. به مادر سلام برسون. چشم، بزرگیتون رو میرسونم. شما هم به خانواده سلام برسونید. تو میدونی چیکار کردی؟ میدونی جرمت چیه؟ دلت میخواست خانواده خودت هم جای اون بیچاره ها بودن و تو فیلمشون رو میفروختی؟ جناب سلامت که از اونا فیلم نگرفتم. همش از درد بیکاری بود که به ایراه افتادم. از بیکاری آبروی مردم رو فروختی؟ ساسان کجاست؟ به خدا نمیدونم جناب سلامت. ساسان کجاست؟ چند وقت جناب سلام مثل سایه شده، هیچ که ازش خبر نداره. نمیدونم، به خدا نمیدونم. قربان تلفن. چند تا دیگه موندن؟ آخری شبه. بله بله خودم هستم، بفهمی. شما کی هستین؟ ساسان از کجا میشناسین؟ الو الو صبر کن. الو لعنتی. الو 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 سلام. سلام مادر جون، خسته نباشی. یالا قربونتون برم الهی. شما که هنوز بیدارین مادر جون. چه خبر؟ تا حالا کجا بودی؟ چرا اینقدر دیر میکنی مادر جون؟ آخه از من گذشته دیگه، من پیر شدم. چقدر باید این غذایی تو رو هی گرم کنم گرم کنم؟ اقلا این آخر عمره منم استراحت کنم، خسته شدم آخه. فعلا که نمیذارم. ولش کن اونو. بله؟ ای داد بیداد. بله بفهمی. شب شما هم بخیر. شما حرفتو بزن. باشه میرم سر اصل مطلب. پس خوب گوش کن، بهتره پرونده سیدیا رو مختومه اعلام کنی و خلاص، و الا سیدی دختره دیگه میاد تو بازار. میگم بیا با هم یه معامله بکنیم. قبل از هر معامله دیگه اول باید پرونده سیدیا بسته شه. تمام. الو 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 کی بود مادر چون؟ کسی نبود. به به. اینم چایی بفرمایید. یه چایی کهنه دمه تازه جوش. ای دادی بیداد، ای دادی بیداد. تو هم مثل پدر مرحومت خیلی بدجنسی. نه بدجنس‌تر. آها. مریم، من هنوزم دوستت دارم. اگه تو بخوای حاضرم باید ازدواج کنم. دیگه واسه من همه چی تموم شده. این حرفو نزن، تو واقعا عاشق بودی. من درکت میکنم، چون که از صمیم قلب عاشقت بودم و هستم. از صبح تا شب به خاطر تو و به یاد تو جون میکنم تا بتونم خوشبختت کنم. ولی اون کثافت ها اگه دستم بهشون میرسی. بس کن دیگه، نمیخوام در این مورد چیزی بشنوم.
سلام صدفان، خسته نباشین. کجایی؟ کدوم موقعیت؟ آها، بعد از بررسی پزشک قانونی نتیجه رو سریع به من اعلام کن. آره، در ضمن میخوام این پسرخاله مریم رو دقیق زیر نظر بگیری. مشکوک میزنه. سلام آرمان، روز بخیر. پرونده مورد قتل در حال تکمیل شدن آرمان. ضمناً نیم ساعت پیش فردی رو در حال توزیع سی دی های اون دختر دبیرستانی بود دستگیر کردیم. اسم چیه؟ اسمم اسی. اس چارشاخ بهم میگه. آقای اسی چارشاخ، این سی دی ها رو از کجا آوردی؟ داوود بهم داد. داوود سلمونه. باریکلا به داوود سلمونی. خونه ای داوود سلمونی کجاست؟ نمیدونم. نمیدونی؟ کجا میشه پیداش کرد؟ نمیدونم. هر وقت چه میخواد زده برای میاد سر گذر. کجا میاد؟ سر گذر. سر گذر. خب اون سیدیار از کجا گیر میاره؟ بیلمیم آردم جدیری. چی؟ بیلمیم آردم جدیری. سوزبا! بیا ببینید چی میگه. منبا ندیسن سوش سیدیار آردم جدیری نیم بیلمیم آردم جدیری سیدیار یه دم جدیری دارم دوزده ازو گتار دیمسون آخر اچه این بردسه بابا من نقد دیازی هم دوست دیده نقد دیم بلا بابا علمه لچه دی داود پاردا اوتار ازوی داودو بیلمیم فقط دیده لچه دیدنه بی بیابانده خیابانده بیلمیم حایداده سو بزرگ جتیله تحفیل بیل اونده جتی پخشی دیم چی میگه این؟ نانسران میگن که داود من جاشو نمیشنسه این پروندم بسته شد مثل همیشه من یه حرفایی دارم تا حالا بهت نگفتم نمیخوام یه روز نباشم یک از چشات بیافتم نمیخوام عشق تو هرگز از دلم تنهام بذاری من از این دنیا چی دارم جز تو و خاطره تا بذار من همیشه باشم توی قلب ساده تو نذار هیچ چیزی بتونه تو رو دورت کنه از من نمیخوام یه روز بمونی میونه رفتن و موندن تنهام
بهت نگفتم نمیخوام یه روز نباشم یک از چشات بیافتم نمیخوام عشق تو هرگز از دلم بیرون بیاری یا دیگه یادم نیفتی نکنه تنهام بذاری من از این دنیا چی دارم جز تو و خاطره تو بذار من همیشه باشم توی قلب ساده تو نذار هیچ چیزی بتونه تو رو دورت کنه از من نمیخوام یه روز بمونی میونه رفتنمون